مادرم چطوری شما؟ شما کی اومدین تهران؟ امروز صبح مدرسه. امروز صبح چی اومدی مادر؟ با قطار. با یادی سرکار. اینجا جای شماست. ببخشید تشکر از بود. یا علی. من این ریسیور میکروفونم بذارم اینجا مادرم. بله. با قطار اومدی؟ بله. امروز صبح؟ یا الله. بله. چقدر تو را بودی مادر؟ بالا ساعت 9 توی قطار نشستیم. 4 صبح 5 4 بود. یعنی سه صبح ایستا رسیدیم. تا رسیدیم خونه از اون داشت میگفت. من دیگه خسته بودم و نماز خوندم با اجازتون. با اجازه ما نماز خوندیم مادرم؟ من خودم مادرم. نه. نماز منو خوندم و کم استراحت کردیم. من یه خواهری دارم تهرانه. بله. قول حق میشون. بعضشون خوبه، بعضشون خوبه قول حکی میشه. نه، اگر میدونسته که حالو که بعضی مریض دارد اون 6 سال از من کوچیک تره بده کنم کنیم 60 سال از من بزرگتره کوچولو شده مریض راه نمیتونه بره من پا ندارم راه نمیتونم برم او تنش مریضه اون وقت یه بلند شده ما بکنم خالی صبحانه ساعت شد چایی آوردن روزه خوری ما دارم؟ بله روزه خوری؟ من که نتونستم امروز روزه بگیرم همین خاطر مخوام بیرم که خدمت ما رخص بشم به دلیلی که مخوام تو قطار که میرم خونه روزه بگیرم سحر که شد انشاءالله با خواست خدا من از اول سیوم تیر ماه که اول ماه رجب بوده روزه گرفتم تا اون موقعی که بودن اون خدا نصیب کنه مکه روزه بود. شما چند سالت ما دارم؟ من عید نوروز هفتم فروردین که گذشت رفتم تو 75. ماشاءالله. 75. ماشاءالله. مامان مادرم اعتقاد داری به تخته زدن و میگن چش نخورین؟ اعتقاد داری؟ میزنم ولی من چش نمخورم. من چشم کیزم بزنم. بی دست و پایی پیرزنی و تنهایی و بی کسی و تامید زیاد دارم ولی خب هر کسی دنبال خودش مادرم بعضی تو ولی من به چشم خیلی اعتقاد دارم مادرم مردم چشم میزنن آدم چشم که بله پیغمبر اکرم صلی الله علیه فرمودن که چشم بعضی جوانان را در دیک زیر خاک بکند دور از اون همه بعضی شطرها را در دیک میاندازد تو کتابه که من با چشم خودم خوندم ولی خب من سحر را تنها بلند میشم روزه میگیرم شما از تو 75 سالگی دو ماه سه ماه در پشت سر هم روزه میگیری شما؟ بله چرا ما دارم؟ خب من بری که دکتر را پرسیدم که آقای دکتر بری من روزه ضرر داره یا بد نیم دکتر بهم گفتش که اتفاقا نفع داره به بود بوده من هیچ نتیش نمیشم نگویم تو همه اونجا نشستم درم قرآن و کتاب و مطالعه و درس و دعا و سنا و نیایش خدا و بچه ها و سرون درمه نمه تموم که روز که شد شب که شد بود میزده فقط این دو ماه رجب و شب خیلی تیش نمیشم هر کار میکدم اینقدر این لبام خوشک میشد که قدرت حد زدن نداشتم مادرم این دستای من چون با این دستا خیلی کار دارم این دستا دوست داریم که شما جای مادر مایی 75 سالم سنتون انقدرم عزیزید برام انقدرم دوست داشتنی من که نگاه میکردم بله. واقعا انقدر این صحنه ها صحنه های قشنگی بود که تو یک فضای چند نفر نشسته بودیم همه احساس میکردیم که حالا من میترسم به شما بگم مادر بزرگ شما ناراحت شده است نه اتفاقا نمیشی؟ من دوست دارم جدی؟ بله همه دلیم واسه مام بزرگمون تنگ شد وقتی فیلم شما رو نگاه میکردیم بله اون دستا هم دستای هم به نظر من هنرمندیه هم دستایی که دستای یک بانوی معلمه یک بانوی استاده برای همین من اصلا دوست ندارم شما دستاتون پنهان بشه پشت چادرتون ببینید این آقایی که با من بود کجا رفت من تنها دوست ندارم جایی بشینم اینجا فرزند منه خب خیلی زحمت بره من کشیده در عرض 3 سالی که اومده و رفته و
من فیلم از من گرفته و فیلم رو پخش کرده و به خاطر همین اینو به شما فکر کنم سپرده بود، شما بگیرو آنتن ها. بله این آقا به شما سپرده بود که حتما بگیر. این آقا بلد نیست که ما کجا هما ببینیم. من سفارش داده که با قطار بیارن، یعنی با ماشین قرار بگیرن، وقت با قطار مردنم. اونجا خودم یک نفر از فامیلای محلمون میشناخت منو، بعد گرفتم اومد کجا را آهن بردم خونه خواهرم. ما اینا این تاکسی گرفتم، تاکسی تلفنی خونه خواهرم، گفتم بیا ما را ببرد. حالا مادرم ما چون دو قسمت گفتگومون، بله. توی قسمت دوم من حتما از این دوستامو دعوت میکنم که تشریف بیارن، چون ایشون هم قصه های قشنگی رو از شما میتونن نقل کنن. بله. بریم سراغ زندگیتون. بله. شما 75 سال پیش کجا به دنیا آمدی مادرم؟ من در محل خورمیز مهریز یزد. یعنی توی شهرستان مهریز؟ شهرستان مهریز، خورمیز مهریز یزد. من روستازاده هستم. تو خورمیز مهریز یزد به دنیا آمدی؟ آره. خورمیز یه روستاه؟ بله خورمیز یه روستاه. اون برتر ما هم تو حیات که میم بیرون یک کوهی هست به نام حاجی سید نصرالدین، این زیارتگاهه. من هم بردم اونجا. آه دیدم اون که بالای کوهه، فیلمشو دیدم. بله 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 اگر دیده باشم. همونجا هم تو همون روستا هم شما به دنیا آمدی؟ تو همون روستا من دنیا آمدم. مادرم شنیدم باباتون کت خدا بوده، وضع خوب. بابای من کت خدا بود، ولی کت خدای ظالم نبود. همیشه خودش همش در حال فشار بچه ها را لون نمیداد. به یادی من گوش میدهید، من بچه امرو نیستم، ولی سرباز پا کلک امام حسین بایستاده بوده، بابای من از سرباز همراه شده، وقتا نظری میگرفتن به قول خداشون. گفته که محمد علی، اینجوری کرده محمد علی، علی کوی یا ندیدی؟ علی کوی یا ندیدی یعنی بریم. علی کوی یعنی گفته که کت خدا علی کوی تو آدره زغال میسیدونه. اون روز هم رفتن زغال سوزیدی که امر معاش بزنن، اشارش کرده یعنی بریم. رفته رفته و تو خونه اون رفته بیرون. بابا من این طور کت خدا بود، یعنی نجات داده یکی رو ها؟ بله. برده بلنش حوزه نظام وزیفه دعای چیز مخونده، آشورا، زیارت آشورا. میگفته میزان حق سرات حق، سرهنگ برش میگفته که پدر مشمول حق، مادر مشمول حق، همه اینا حق. یعنی مشمول ها دست نمیداد که میفتسه سر پیس کنن. اون روزا بد بوده، معافیت میداده. بله بله این معافیت هم کاش کنم از این قوانین اگه الان بود چرا خوب بود. این اصلا پرفروش در این روزنامه هاست، وقتی یه خبر میزن راجع به معافیت نظام وظیفه کلی خریدار پیدا میکنه. نمیدونم حالا ما که تو این قصه الان بخوایم حرفی بزنیم، حالا نمیدونم چرا الان دارم میگم خیلی حرفا رو میشتم راجع به سربازی بر اون ور. واقعا حالا نمیدونم بالا آقایی که تصمیم گیرن کی باید بره پیشنهاد بده؟ خودشون برای سربازی باید برن پیشنهاد بده. مادر اصلا سربازی واسه پسر خوبه به نظر شما؟ بله خوبه. سخته؟ خدمت میهنه. آها. به کشوره. خوبه. روزا خوب. سالش زیاد نیست، دو سال آخه. دو سال باشه. خب آخه خب خانمایی که سربازی نمیرن که همش آقایون برن، که این چه استفاده؟ آقایون مرد شدن به سربازی رفتن. اصلا کلا مرد شدن که نون بیارن، کار کنن، سربازی برن اینا دیگه. خانوما چی؟ خانوما چی ما دارن؟ خانوما خونه داری کنن، بچه داری کنن، شوهر داری کنن، نظافت کنن، سوسول کنن، پخت و پز کنن. مادر این مادر به خانومی که میگیم بالا اون شهرستان شماست، تا تو تهران خیلی این خبرها نیست. ما تو شهر هم خانوماشون کار میکنن، هم خونه داری میکنن. حتی خود من با این بعضی که میبینه آب بردم، ارزن میکشتم، ارزن چیدم، پنبه میکشتم، چویش ها میکندم، علف میشیندم برای گوسفند، گوسفند تیمار میکردم، مرغ مخوابوندم، جوجه میارده. من یعنی خورم همیشه. شما با این همجور دو دستتون این کارا میکردی؟ با این دو دست. تو به همین راحتی؟ به؟ بسی؟ خب مادرم این که شما ماشاءالله اینقدر
تو همون راجب هم 75 سال پیش داریم با هم میگرد میزن به دنیا ما این تو خونه کت خدایی با معرفت بله. کت خدایی که آقایونی که فراری میداد نمیذاش بگیرنشون ببرنشون اذیتشون کنن بعد میرسیده به اهالی روستاش و اینها ولی خب شما بچه شون بودین دیگه بله. دستاتون مادرزاد اینجوری شد بله. به دنیا اومدین از تقریبا بله. نزدیک آرنج شما من اون دوره بچه ها که وجود میمیدن که از مادر متولد شدن از 3 روز دستشون اینجوری میبستن بغلشون وقت من یه خواهر بزرگی داشتم بچه باره اول بابام بوده تا اومده بگه دستش بود منو کشیدن که مادر جوش نکنه آخریش هم جوش کرده و من تا 4 روز مادر شیر نداشته به من بده اصل رو روغن گوسفند رو با سیاه دونه میسابیدن و با انگوش دهن من میکردن تا 4 روز و شیر این برون برای من میدادن که روز 4 هم مادر شیر اومده بعد پای شما همینطور مادر پای راستتون؟ من پاهن ندارم یکی این پاهن نمیتونم دابد خسته میخواد شما پاهن اومدی تو که خب خدا رو شاید میکنه من پاهن رو متوجه نشدم آقای کاظمی اشتباه من یه چیز نشون میکنه پای من نشون میده نه پای شماست شما رو مامان راحت اومدی تو ولی خب دیگه از بچه از مادر که متولد شدم اینطوری بودم حالا عادت کردم به همین روش مادرم شما چرا انقدر شیرین صحبت میکنی؟ خواهش میکنم لهجه یزدی ها واقعا این قطابشون شیرینه منم کیف میکنه شهری که یزدی که شهر قنوت و قنات و قناعته بله. خوب گفتم خوب تعریف بله. کردم از شما این هم یادم نره خواستم اینو بگم میخوام بریم خبر این قصه سربازی آقایون و جوان ها که یکی از دغدغه هاشون شده حالا دوستانی که زورشون در این وادی میره حالا ما داریم حرف میزنیم پیش این آقایی که با من بود بیرد آقا رو من به خدا میارم مادرم آبرو ما رو بردید امروز تو برام خدا نکنه قربونت برم من میارم آقا رو خیال شما راحت اگه نیارم شما ناراحت میشه آقا رو جدا خیلی فرزند منه من جای چی شما پس من چی پس شما خود نوری کشه منه فداتون باشم مادرم چه کیفی کرده من امروز آقا این سربازه اگه میتونی تایمشو کمتر کنی یه جوری این جوونا حالا 2 سال شاید زیاد باشه الان میگم پس آره به تو چه حرفا زدی ولی حالا یه کمکی بتونیم بکنیم که هدایت شده تر باشه این تایم سربازی این جوونا خیلی خوبه خیلی نامه راجع به این قصه داشتی اصلا من میدونم مادرم چون ما همیشه آخر برنامه دوچار مشکل میشین من اصلا اگه دست خط شما رو نداشته باشم که خب این پنجره دیگه خوشگل نیست مادرم کجا میتونی بنویسی؟ نه اینجا من ماژیک به شما بدم خودم باورم نمیشه شما با اون اوضاع احوال دستتونه اون دست خط شما رو من دیدم تو اون فیلمه خدمت شما بنویسم امضای خودم یه چیزی برای ما بنویس امضا بکن شما چی می‌نویسی مادرم میخونی من نمیتونم ببینم زهرا بیک زهرا بیک والا اینجاش پک کجاش پک شد؟ بیکش امضای شما چیه؟ قرمت برم انگلیسی امضات مادرم نه باش سپنه خیلی خوب شد امضا داره چی میگی شما امضا نداره دست شما درد نکنه مادر دست شما درد نکنه خدمه دیگه مادر شما فامیلیتون بیکه بله پس چرا به شما میگن بی بی ملا زهرا تو محلتون میگن زهرا خانم چرا میگن آخه بس آها بی ملا زهرا نمیگن به شما نه زهرا خانم محل خودمون من از بچه گی تا با زهرا خانم بودم خدا تا آقای امضا بود بیرون از من گرفتن شما بی زهرا آقا بذار باشه آقا اشکال نداره آقا چرا چیز میکنی باشه اشکال نداره میگفتی شما بله محل خودم زهرا خانم ها خب نگه زهرا خانم کسی نفهمه حالا تو فیلم ها بی بی مولا زهرا چرا میگن خب به شما بلی که قرآن درس میدون از چه شما قرآن درس میدین؟ از 8 سالگی تا حالا که حالا 75 سالمه از 8 سالگی شما قرآن درس میدید؟ درس دادم بلی 8 سالگی چجوری شما قرآن درس میدید؟ یا 8 سالگی چجوری شما قرآن درس میدید؟ خب بچه ها میمدن بزرگتر خودم بودم من تو قرآن تکمیل بودم و بارد بودم صدا پیچید
وقت نخونه تا حالا نبود که همه بلد باشن، فقط خونه باده ما قرآن بودم و دعا و سنا و خط و اینا، کسی سواد نداشت اون دوری.